السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشته هفته وحدت خدمت همه سروران عزیز، یکی از سوالاتی که معمولا بانوان گرانقدر سوال می‌فرمایند بحث کاشت ناخن. چند نکته مختصر در این زمینه عرض کنیم. نکته اول این که مراجع عظام می‌فرمایند اگر خانم ناخن را برای زینت کاشته، به طور که می‌داند برای وضوء یا غسل قابل برداشت نیست، جایز نیست این عمل را انجام بده. حالا اگر خانم ناخن کاشت، اگر قابلیت برداشت دارد، حتی با دادن پول و هزینه کردن باید هزینه کنه و این ناخن رو برداره، چون مانعی است که خودش ایجاد کرده برای وضوء و غسل. ولی اگر قابلیت برداشت داره و خانم این رو برداشت نکرد، این ناخن رو بر نداشت، می‌فرمایند وضوء و غسل این فرد اشکال داره. وضوء و غسل ناقصه. وضوء و غسل ناقص، خانم میخواد در مسجد توقف کنه، حق نداره توقف کنه، اطراف ذریع توقف کنه، حق توقف نداره، چون وضوء و غسل این فرد اشکال داره. حتی میفرمایند اگر بعد سالها فوت کند، اون غسلی که میخواد داده بشه بدن دچار اشکال میشه، روزه‌ها دچار اشکال میشه. اما متاسفانه برخی از آرایشگرهایی که دیده میشه و شنیده میشه، خانم میگه ما به فلان آرایشگر مراجعه کردیم، فلان خانم گفتن مراجع فرمودن اشکال نداره، فقط خانم وضوع و قصد جبیره بگیره. هیچ کدام از مراجع ما با این اطلاق نفرمیدن. وقتی میگیم آدرس کجاست، آدرس نداشت، با مشخص دروغ گفتن. برخی از اینا دروغ میگن تو بازار خودشون از دست ندن. در پایان دو تا تذکر بیان کنیم. یکی از آداب زیارت این است که زائر با صدای آرام در اذن ورود میخوانیم. شما امامی هستید که یرون مقامی و یسنون کلامی، صدای ما رو میشنوید، ما رو میبینید. نباید زیارت من طوری باشد زائر که کنار من اذیت بشه. مورد دیگر، یکی از ضروریات دین ما حفظ حجاب و پوششه. در حریم امام رضا، حتی در بیرون حرم، الحمدلله بانوان ما توجه دارن، اما توجه بیشتری داشته باشیم تا این پوشش مورد رضایت امام رضا و اهل بیت قرار بگیره. دعا میکنیم ایام عید خداوند متعال عیدی همه ما رو فرج ولی است علیه السلام قرار بدهد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. Let's do it for